امروز میخوام درباره یکی از نویسندگان معروف ایران که الان مدت هاست قلم رو شکسته و کناری گذاشته و خودش رو مشغول کرده است با اشتغالات مرسوم سالهای پیری صحبت کنم. آقای محمد مجلسی. آقای محمد مجلسی یکی از بهترین نویسندگان رادیو بود. علت این که من تاکید میکنم روی کلمه رادیو این هستش که نوشتن برای رادیو یک فن خاصی است. شما وقتی که برای مقاله مینویسید یا خلاصه کتبی هست در روزنامه چاپ میشه یا کتاب، اگر متوجه مطلبی نشدید، جمله رو خوب نفهمیدید، برمیگردید و دوباره میخونید. اگر باز هم اشکالی داشتید میتونید بعداً از آدم باسوادتری بپرسید، به دیکشنر مراجعه کنید و به هر حال راه برای اینکه انقدر تلاش کنید تا مطلب رو تا نهایت امر بفهمید فراوانه. ولی در رادیو اینطوری نیست. در رادیو جمله‌ای که گفته میشه تمام میشه. به همین دلیل اون چی که شما در رادیو میگید، یعنی مطلبی که شما مینویسید که در رادیو خونده بشه، اولا باید جملاتش کوتاه باشه که ذهن بلافاصله اونها رو ضبط کنه، مطالب طوری تداوم داشته باشد که شنونده رو دچار سرگیجه نکنه، و مهمتر از همه این که مطلب به حدی ساده بیان بشه که با همون شنیدن اول مطلب کاملا برای شنونده مفهوم باشه. به همین دلیل ما تعداد کسانی که برای رادیو مطلب می نوشتن در ایران خیلی زیاد نداریم، و در بین اونهایی هم که برای رادیو مطلب می نوشتند، تعداد کسانی که در این راه گل کرده اند کم هستند، که بدون هیچ تردیدی یکیش آقای محمد مجلسی است. محمد مجلسی اهل اصفهانه و از فامیل های نزدیک آقای معینیان بود اون موقعی که آقای معینیان رادیو را اداره می کرد، ولی بر اساس مدیریت خاصی که آقای معینیان در رادیو اعمال میکرد هیچ نوع مزیتی بر هیچ کدوم از نویسندگان دیگر نداشت. مثل بقیه مطلب مینوشت، مثل بقیه مورد حق و اصلاح قرار میگرفت، بعدن مورد تصویب قرار میگرفت، بعد از اینکه تصویب شد از طریق رادیو پخش میشد، مثل همه ماها، مثل تمام کسانی که برای رادیو مطلب مینوشتن. آقای مجلسی یک تفاوتی داشت با دیگران، و اونم این بود که کار ادبی خودش رو با شعر شروع کرده بود، یعنی در واقع شاعر بود، و چون شاعر بود شاعرانه فکر میکرد و شاعرانه به دنیا نگاه میکرد. وقتی که من با ایشون برخورد کردم و آشنا شدم و دوست شدیم و دوست بسیار نزدیک شدیم، او دیگه مدتی بود که کمتر در شعر میگفت، و به همین دلیلم شاید من یکی دو تا حد اکثر 5 تا دون از اشعار او رو بیشتر نخوندم. ولی در بین آثاری که مینوشت برای رادیو، اگر گوش میکردید کاملا حس میکردید که نویسندش یک شاعره. آقای محمد مجلسی برنامه داشت روزهای جمعه شب، اگر که یادم باشد و اشتباه نکنم اسمش افسانه شب بود. این اسم به این دلیل انتخاب شده بود که سوژه‌هاش همش افسانه بود، و شما وقتی که این رو میشنیدید به خوبی میتونستید تست بکنید که نویسنده این بدون هیچ تردیدی شاعر هست. کلمات خوش آهنگ، یک نوع ترسیح کاری در جملات، دید شاعرانه، برخوردش با حوادث مختلف هم شاعرانه. به عنوان مثال میخوام یکی از نمونهاش رو یادم که یادم هست براتون تعریف بکنم، چون واقعا خیلی یادم نیست الان
بیش از 40 سال از اون دوره میگذره و من تقریبا همه اینها رو فراموش کردم، ولی این یک دونه به خاطر لطافت خیلی خیلی زیبایی که داشت در ذهنم باقی مونده است. و امروز که داشتم میومدم برای اینجا برای ضبط برنامه، تو راه این ماجرا همینطور تو ذهن من میچرخید. ماجرا مربوط است به سرگذشت 2 تا لاله در یک لاله‌زار، یک مزرعه بزرگ لاله که 2 تا لاله کنار هم هستند و تقریبا به هم بی اعتنا، به دلیل اینکه هر کدوم از این لاله‌ها روشون به طرف دیگری است، نه رو به هم دیگه. یکی از این لاله‌ها از اینکه ته این جام لاله سیاه رنگه ناراحت است، برای اینکه معتقده که این رنگ سیاه یک دست بودن گلبرگ های لاله رو از بین برده و این لاله دلش میخواست که تمام لاله سرخ میبود و هر کار میکرد نمیتونست نتیجهی بگیرد برای این موضوع، تا اینکه یک روزی بادی میوزه و این دوتا لاله رو که کنار هم بودن و همدیگر رو نمیدیدن روبروی هم قرار میده و این لاله‌ای که از داغ ته دل خودش ناراحت بود عاشق میشه به اون یکی لاله و شروع میکنه به خون گریستن، برای اینکه هر کار که میکنه میبینه که به معشوق خودش نمیتونه برسه و به یاری این خون دل یواش یواش اون سیاهی ته جام لاله از بین میره. بعد از یک مدتی چشمان او دیگه اشکی نداشت تا خونین باشه و نمیدونست که چیکار بکنه و این سیاهی هی بیشتر میشد. یکی از لاله ها که در این لاله زار سنش از بقیه بیشتر بود و تونسته بود تخم خودش رو، یا بهتر بگم اون پیاز خودش رو حفظ بکند برای چند دوره و از بقیه با تجربه تر بود، یک روز رو میکنه به اون لاله و میگه که برای عاشق بودن الزاماً نبایست خون گریست، اگر تو خون بگری انقدر خون خواهی گریست تا اینکه از بین خواهی رفت و اون وقت نوبت معشوق توست که خون بگریه و به تدریج خون گریستن تمام مزرعه رو باعث میشه که از بین برن و اون وقت بقیه لاله‌ها در عزای لاله‌هایی که از بین رفته از سیاه خواهند پوشید، هممون همه جای لاله سیاه خواهد شد. اولا که میبینید که چقدر دید زیباست و میبینید که چقدر شاعران است و چه افسانه زیبایی است. البته در این تعریف 2 دقیقه‌ای از یک نمایشنامه نیم ساعته خب خیلی نمیتونه تعیین کننده باشه، ولی به هر حال باید گفتش که یکی از بهترین کارهاش بود و خیلی هم مورد تحسین شنوندگان قرار گرفت. اگر که احیانا نسخه ای از این هنوز هم در رادیو ایران وجود داشته باشه چقدر خوب استش که اولیای امور الان به فکر بیفتن که این آثار زیبای دوران گذشته رو که هیچ نوع بوی سیاسی هم ندارد مجدداً پخش بکنن تا نسل جدید هم با کارهای گذشتگان آشنا بشن. هر شبت که همونطور که گفتم با آقای مجلسی ما خیلی خیلی نزدیک بودیم و او بعد از این ماجرای انقلاب با وجود اینکه از ایران خارج نشد و همچنان در ایران هست و تا اونجا که اطلاع دارم رفته است و در اصفهان زندگی میکند، دیگه با رادیو قهر کرد و جدا شد و کاری نمیکنه. ایشون چون دکترای خودش رو در تاریخ در فرانسه گرفته و به زبان فرانسه تسلط داره، کار خودش رو با ترجمه ادامه میده و
رشته‌ای که برای کارهای ترجمه خودش انتخاب کرده است عبارت است از ترجمه آثار نویسندگان روس که به زبان فرانسه ترجمه شدند. چون آقای مجلسی که خب طبیعتاً زبان روسی بلد نیست، به همین دلیل تمام این کتاب‌های زیبایی که ترجمه می‌شد از ادبیات غنی روسیه به فرانسه، اونها رو مجلسی ترجمه می‌کرد به فارسی. اولین کتابی که این کار رو باش کرد آنا کارنینای تولستوی بود و من بهش گفتم که این کار کار بیهوده است و به دردی هم نمیخوره، به دلیل اینکه آنا کارنینا دو بار در فارسی ترجمه شده است که تصادفاً هر دوتاشون هم مترجمین خیلی قوی بودن. ولی گفت که به هر حال هر کسی دید خاص خودش رو داره، من هم دست به این ترجمه خواهم زد، این کار رو خواهم کرد. کرد ترجمهش و در ایران هم چاپ شد با همون اسم آنا کارنینا. و تصادفاً برخلاف اونجایی که من تصور میکردم موفقیت خیلی خیلی فراوانی هم به دست آورد و باعث شد که او رو تشویق بکنه که تا کارهای دیگری بکنه. و کار دومی که ترجمه کرد کتاب رستاخیز است، بازم از تولستوی، که یکی از زیباترین داستانهای تولستوی است، مدرن است و بیشتر در وصف حال بیچارگان و ستم دیدگان مملکت است و این سرگذشت استثنائاً سرگذشت یک فاحشه است که با قلم سحرانگیز تولستوی نوشته شده و اجازه بدید که اضافه کنم با قلم افسانه‌ای و زیبای مجلسی هم به فارسی ترجمه شده است. توصیه میکنم کارهای مجلسی رو اگر گیر آوردید بخوانید، قطعا پشیمان نخواهید شد. زنجیر به دست از آسمان آمدند، بر بال و پر وهم و گمان آمده اند، برخواستگان گور دقیانوسند که از قعر زمان بی زمان آمده اند. این توش و توان ز نام باری گیرند، کبر از ملکوت کردگاری گیرند، تا راه کنند بر دناعت کوتاه، از دین خدا چو خر سواری گیرند. سلام و درود بر هممیهنان و همزبانان عزیزم. در برنامه پیشین سخنان خودم رو با جمله‌های زیر به پایان برده بودم. گفته بودم که حقیقت آن است که وجدان جمعی ایرانیان چه قادر به بیان روشن آن باشند و چه نباشند، حاکمیت روحانیت و موقعیت فقیهان بر تخت پادشاهی استبدادی رو یک نابهنگامی و یک واقعه عمیقاً غیر عقلانی و خلاف آمد تاریخ و خلاف آمد تمدن ایران میدونند و حتی خلاف آمد دین. زیرا بدعتی هست که نه ریشه در تاریخ این سرزمین داره و نه حتی در افسانه‌ها و اسطوره‌های ایرانی که جوهر و مایه اصلی ذهنیت و فرهنگ و تصورات روحی و ذهنی به زبان فرانسوی ایماجینر ملت ایرانند، رد و اثری از اون میشه یافت. از این رو مردم ایران به شکل خودآگاه یا در ناخودآگاه جمعیشون علت العلل همه آشفتگی ها و درهم ریختگی ها و اضطرابات فرساینده اخلاقی و دینی این روزگار رو در کشور خودشون همین بدعت شوم میدونن که در دوران ما صورت گرفته. از این رو چنین حاکمیتی رو نادرخور، نابجا، ناهمزمان و کاری وارونه
و در واقع ریگی در کفش کائنات میبینند که تا از این کفش بیرون نیاد جهان ایرانی ما روی صلح و آرامش و عقلانیت به خودش نخواهد دید و دین هم نخواهد توانست از اسارت و فساد اهل قدرت برهد و بند و قید انواع اقسام بیداد و ظلمی که خاص قدرت سیاسی در یک استبداد صنفی دینی است بیرون بیاد. حقیقت آن است که مردم ایران در سال 1357 صنف روحانیت را روی کار نیاوردند تا اداره امور اقتصاد و منابع و معادن و صنایع کشور خود و اداره ارتش و دفاع از مرزهای کشور خود و تمشیت امور اطلاعات و امنیت کشوری بزرگ و پیچیده مثل ایران و سرنوشت اقتدار ملی و حفظ هویت فرهنگی و تمدنی ایران و مسئولیت اداره دانشگاه ها و مراکز تحقیقات علمی و نظام آموزشی و فرهنگی کشور خودشون رو تمام و کمال به اونها واگذار بکنند و از اون مهمتر اونها قصد نداشتند که در واقع صیانت از جان فرزندان خودشون رو به اونها بسپرند. قرار مردم با آیت الله خمینی هم چنین نبوده است. روحانیت هم هرگز برای پاسخگویی به چنین اموری تربیت نشده بود و تربیت نمی‌شد. واقعیت آن است که روحانیت همواره در کشور ما بیش از سایر کشورهای مسلمان از حقوق ویژه خودش به طور نسبی برخوردار بوده است. مردم ایران همواره مخارج اونها رو که شغل معمولاً بی درد و سر و کم زحمت و کم فایده‌ای هم داشتند تأمین می‌کردند و معاش اونها همواره از طریق خمس و زکات یا سهم امام یا از طریق روزه‌خوانی و حق منبر یا از طریق برخورداری از اراضی و املاک اوقاف یا مراقد و مقابر و غیره تضمین می‌شد و جای گلایه‌ای برای اونها باقی نمی‌گذاشت و این همه در واقع بهایی بود که مردم مؤمن برای بیمه کردن آخرت خودشون می‌پرداختند. روحانیون حداقل از شهریور 1320 به این سو، یعنی حدود 40 سال پیش از آن که قدرت سیاسی رو کاملا به تصرف خودشون در بیارن، بسی بیش از آن چه حق اجتماعی اونها بوده از امکانات عمومی و از ثروت ملی که در تولید اون هم هیچ دخالتی نداشته و ندارند نصیب می بردند و در قیاس با کوشش و تلاش سایر مردم ایران برای تأمین امر معاش، در قیاس با عرق جبینی که سایر به اصطلاح اهل حرفه ها در ایران خرج می کردند، روحانیون جز زحمتکشان ایران به حساب نمی اومدند، زیرا هرگز هیچ نقشی در تولید و توسعه اجتماعی و اقتصادی و علمی و فرهنگی نداشتند، جز تعدادی معدود که احتمالاً به کتابت یا به تذهیب و امثال هم می پرداختند. روحانیون به شهادت متون و نوشته های دینی در وطن دوستی و در مهر به ایران هم هرگز سابقه درخشانی نداشتند و در میان این همه دست نویس عربی و فارسی که قفسه ها و گنجه های حوزه ها و حجره ها رو میان باشته، حتی یک بار هم نام ایران بر زبان آنها نرفته. آن هیچی معروفی که آیت الله خمینی در پاسخ خبرنگار فرانسوی هنگام پرواز به سوی ایران گفت، بهترین شاهد این مدعاست. بعدها هم که ملیت و ایرانیون و ملیون رو تا آنجا که می توانستند کوبیدند و فکر ایران دوستی رو سرکوب کردند و حتی مصدق رو هم مرتد دانستند و امروز هم مدام تکرار می کنند که آنها که اولویتشان ایران است را طرد کنید. به هر حال مردم ایران با آنها بدهکار نبودند تا به نام انقلاب اسلامی هست و نیست کل کشور خودشون رو و مهمتر از همه اختیار جان و آینده فرزندان خودشون رو در طبق اخلاص به اونها واگذار کنند. روحانیت شیعه پس از تصرف کامل قدرت سیاسی در ایران، ضمن آن که همه امتیازات پیشین مربوط به شغل روحانی خودش رو محفوظ نگه داشته، اون امتیازات سنتی رو هم با تکیه بر قدرت بلا منازعی که به دست آورده است به خرج ملت ایران توسعه بخشیده و همه اون امکانات
و اسباب و ابزار سنتی و شغل پیشین رو به کار انداخته و اونها رو بدل به حربه‌ای برای تقویت و حفظ حکومت در دست صنف خودش ساخته. یعنی همه توانایی ها و زبردستی ها و میراث تجربی، شغلی، معنوی و مادی این قشر اجتماعی رو به نام خدا و پیغمبر در راه تقویت قدرت سیاسی و حفظ قدرت به کار گرفته است. این گونه است که متاسفانه دین وسیله قربانی شدن منافع عالی مردم ایران به عنوان ملتی تاریخی ریشه‌دار به نفع روحانیت شیعه شده است. در واقع منافع ملی ایرانیان و سرنوشت نسل‌های زنده و آتی این کشور به گروگان قدرت سیاسی روحانیت شیعه در آمده است. از این رو می توان گفت که با چنین تفسیری از دین و با چنین کاربردی که صنف روحانیت از دین در ایران معاصر به کار انداخته، دیگر دین در جایگاه دینیت خودش و روحانی در جایگاه روحانیت خود نیست. مبالغه نیست اگر بگوییم که چنین روحانیتی در جای قاصبان مستبد حکومت در ایران نشسته است و روحانیت و معنویتی رو که مدعی آن بود و علت وجودی حضور او در این جامعه محسوب می شد به خدمت قدرتی استبدادی نهاده که یک جا به نام فقیه از آن خودش کرده. این چنین است که نمایندگان معنویت و ربوبیت و کسانی که تاریخاً و سنتاً برای پاسخگویی به نیازمندی‌های شرعی، روحانی و اخروی مؤمنان ایران تربیت می‌شدند، به حاکمان بلا منازع و بی‌شریک کشور بدل شدند و در عین آنکه منبر خود را رها نکرده اند، محکم به تخت سلطانی چسبیدند و امر نظام و لشکر و پلیس و اساس و قضا و اقتصاد و صنعت و فرهنگ و همه چیز، حتی مدیریت رخت خواب مردم را نیز به هیته قدرت سیاسی خودشون درآوردند. بدین گونه دین مردم به وسیله صنف روحانیت شیعه به یک ایدئولوژی خشن سرکوبگر استبدادی برای حفظ قدرت سیاسی بدل شده. بنابراین دین از معنای همیشگی خودش تهی شده، در حالی که پوسته ظاهر اون هزار بار تقویت شده. خشکی و سختگیری و استبداد رأی مدعیان نمایندگی خدا هزار برابر شده. این پوسته ظاهری دین ایران رو به شبستان تیره و غمناکی بدل کرده. کشور مردمانی که به لحاظ فرهنگی همواره اهل شادی بودند و جامعه‌های زیبارنگ مناطق گوناگون این کشور نشان از وجود فرهنگ و لباس‌های زیبای مردم این سرزمین و حسن ذوق تنوع طلب و زیبا پسند آنها بود، چنین کشوری بر طبق یک دستور دولتی نظامی ایدئولوژیک تبدیل به یک بیت الحزن سیاه پوش شده است. غم و اندوه به نام تقوای دینی و عفاف که وجود خارجی ندارد، از طریق تحمیل جامعه دستوری و فرمایشی همه جا رو فرا گرفته، یا از طریق تحمیل نوحه ها و مراسی که شب و روز در گوش مردم تکرار می شوند، از در و دیوار و سقف و آستانه بر سر مردم فرو می بارند. فرهنگ قم به نیروی سیاسی، نظامی، پلیسی به سراسر ایران تحمیل شده است. کشوری که هزار سال پیش شاعر دانشمند فیلسوفش خیام گفته بود می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کاوین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کاوین من است. امروز به چنین روزی افتاده است. چنین دینی جز آن که انسان را از دین هم بگریزاند و مردم را از کشور فراری بدهد، نه به بارگاه خداوندی خدمتی خواهد کرد، نه به مردمی که ناگزیرند تا در کشور آبا و اجدادی خود بمانند و زندگی و حیات ملی این سرزمین را که از نیاکان ایرانی خود و نه از اعراب بادیه نشین به امانت و به میراث دارند تداوم ببخشند. آیا این گونه سوء بهره از دین به نفع قدرت سیاسی در دست روحانیون و فرصت طلبان مدعی دینداری تیشه برداشتن و به ریشه زدن نیست؟ آیا دین فقط از آن روحانیون است؟
آیا ایران ملک تلق روحانیت است؟ باز هم تکرار میکنم، ای آقایان آیات عظام، آیا وقت تجدید نظر فرا نرسیده است؟ یک شعر کوتاه هم خدمتتون میخونم. گفتند معنویت و نان میدهیمتان، رهزی در بهشت نشان میدهیمتان، تنها نه سبززار وطن را چریدند، آب از گلوی مردم ایران بریدند. اکنون دهان گشوده جهنم در این دیار، میراث خارگان تباهی طلایه‌دار. ای تاجران زهد که ارزان فروختید، وجدان فروختید و به ایمان فروختید، سودی که از این تجارت دین تا نصیب بود، محصول ظلم و کینه و رعب و فریب بود. آن معنویتی که به ما وعده داده اید، در کشور کدام عدو جا نهاده اید؟ آن وعده های خوش که به ما داد پیرتان، بهر چه کرد اهل وطن را اسیرتان؟ زهری هنوز مانده که بر ما نریختید، خاکستری به جاست که بر ما نبیختید. ای زهدتان شرارت و ایمانتان دروغ، دورانتان تباهی و بدنام و بیفروغ، احساستان کجاست که یک لحظه حس کنید؟ ما را از این طلا برهانید و مس کنید. بیزاری از سرشت شما آروی ماست، آسودن از بهشت شما آرزوی ماست. شاد و سرفراز باشید. امروزه می دانیم و این پذیرفته همگان است که گاهی از آسمان سنگ فرو می افتد، ولی تا سده 19 هم کمتر کسی این پدیده را باور می کرد. در گفتار امروز می خواهم بگویم که چگونه انسان توانست فرو افتادن سنگ های آسمانی را ثابت کند. انسان از دورترین زمان ها گاهی روی زمین سنگ هایی را یافته که ظاهر عجیبی داشتند. این سنگ ها به ویژه وقتی که از آهن یا نیکل باشند سیاه رنگ و براقند و سطحشان پر از چاله ها یا سوراخ هایی هستند که بر اثر گذرشان در جو پدید می آیند. چنین سنگ هایی که با سنگ های عادی همانندی ندارند، احساس شگفتی و ابهام در انسان به وجود آوردند، تا آنجا که انسان آنها را مقدس شمرده و حتی پرستیده است، به ویژه اگر خود شاهد فرو افتادن آنها بوده است. فرو افتادن سنگ آسمانی پدیده است هراس‌انگیز، زیرا با تندر و قرش آسمان و انفجار و آتش و دود همراه است. به همین دلیل انسان این سنگ ها را ابرزاستاری فوق طبیعی پنداشته و تصور کرده که آنها را خدا یا خدایان فرستادند، پس آنها را مقدس شمرده و در فرهنگ‌های گوناگون برایشان آیین‌های دینی به جا آورده است. پیش از آن که چند نمونه بدهم، باید بدانید که کهن‌ترین شیء آهنی دست ساخت انسان 9 مهره کوچک سیاه رنگند که از سنگ آسمانی ساخته شدند. در شمال مصر پیدا شدند و به 3200 سال پیش از میلاد برمی‌گردند، یعنی پیش از عصر آهن. برگردیم به نمونه‌ها. یکی از 7 شگفتی جهان باستان پرستشگاه آرتمیس بود که در سال 560 پیش از میلاد در افسوس یونان ساخته شده بود. در این پرستشگاه سنگ بزرگ سیاه رنگی را نگهداری و ستایش می‌کردند که به احتمال بسیار از آسمان افتاده بود و می‌پنداشتند که خدایان آن را فرستادند. همچنین در پرستشگاه آپولو در دلف
سنگ مقدس دیگری وجود داشت که معتقد بودند خرونوس آفریدگار جهان آن را از درگاه خود به زمین فرستاده است. نمونه دیگر، به نوشته تاریخدان رومی تیتوس لیویوس در یکی از شهرهای فریگیه به نام پسینوت سنگ سیاه مخروط شکلی وجود داشت که آن را در پرستشگاه کوبله خدای باروری و مادر خدایان نگاهداری می‌کردند. وقتی هانیبال در سال 218 پیش از میلاد با گذشتن از کوههای آلپ به امپراتوری روم حمله کرد، رومیان از شکست دادن هانیبال ناتوان بودند و هانیبال به مدت 15 سال در خاک روم تاخت و تاز میکرد. رومیان به هراس افتادند. سنای روم پس از مشورت با غیب گویان و فال بینان دست به دامن سنگ پرستشگاه کوبله در پسینوت شد. شاه فریگیه در آن زمان اتالوس دست نشانده روم بود. هیئت بزرگی از سناتورها و فرماندهان رومی به پسینوت رفتند و با تشریفات پرشکوهی سنگ را به روم آوردند. برای آن پرستشگاه بزرگی برپا کردند و تندیسی از نقره ساختند که نماینده بغبانو کوبله بود. به جای سر آن سنگ سیاه مخروط شکل را نهادند. رومیان در جنگ با هانیبال پیروز شدند و این بر منزلت پرستشگاه نزد آنان افزود. این گونه رفتار در میان یونانیان و رومیان استثنایی نبود، چون آنان این گونه سنگ‌ها را سخت گرامی می‌داشتند و می‌پرستیدند. در فرهنگ سامی هم سنگ آسمانی مقدس شمرده می‌شده و می‌شود. در زبان عبری به سنگ آسمانی بتیل می‌گویند که برابر یونانیان بیتیلی است، به معنای مسکن خدا. در کتاب مقدس سفر پیدایش یعقوب نیای یهودیان زمانی در بیابان چنین سنگی را زیر سرش می‌گذارد و به خواب می‌رود. در خواب می‌بیند که پله یا نردبانی پیش پای او گشوده شده که او را به آسمان و بارگاه خدا می‌برد. وقتی بیدار می‌شود چنان متأثر شده بود که پیرامون آن سنگ پرستشگاهی می‌سازد. اینها مربوط به زمان‌های باستان بودند. در دوران بسیار نزدیک به خود ما هم پرستش سنگ‌های آسمانی ادامه داشته است. در موزه مونیخ در میان سنگ‌های آسمانی سنگی داستان جالبی دارد. این سنگ در سال 1853 در شمال زنگبار در کرانه خاوری آفریقا از آسمان افتاد. چند چوپان از قبیله ونیکاها فرو افتادن سنگ را دیدند و آن را برداشتند. مبلغان مسیحی آلمانی که در آن ناحیه بودند کوشیدند سنگ را بخرند. مبلغ‌های گزافی پیشنهاد کردند. حتی از مقام‌های رسمی کمک خواستند، ولی ونیکاها نفروختند، چون از آسمان افتاده بود و در باورشان این خدا بود که به زمین آمده بود. آن را با مروارید آراستند و برایش گونه‌ای پرستشگاه ساختند. به مبلغان مسیحی اجازه دیدن آن را نمی‌دادند. 3 سال بعد قبیله بیانبانگرد مسیحی به ونیکاها حمله کردند. کلبه‌های آنان را با آتش کشیدند و بسیاری از آنها را کشتند. در این میان خشکسالی هم آمده بود و قحطی شده بود. ونیکاها شروع کردند به بدگمانی نسبت به سنگ مقدس که نتوانسته بود آنها را از این بدبختی‌ها برهاند. پس تصمیم گرفتند سنگ را بفروشند و این سنگ به این ترتیب راهی موزه مونیخ شد. پرستش سنگ‌های آسمانی در فرهنگ‌های چینی و ژاپنی هم هست. در طول تاریخ انسان گاهی به چشم خود فرو افتادن سنگ‌های آسمانی را دیده است. ولی چون این پدیده ایست کاملاً تصادفی و گاه به گاه در جاهای دور از هم روی می‌دهد و در گذشته روزنامه و رادیو و اینترنت نبوده، افتادن سنگ‌های آسمانی رویدادهایی بودند جدا از هم و بی رابطه با هم. ما امروز است که می‌توانیم از این رویدادها جمع‌بندی کنیم و نتیجه بگیریم. با افزایش ارتباطات انسان توانست از چنین رویدادها در جاهای گوناگون کره زمین آگاه شود. مثلا در سال 1794 سنگی در سین ایتالیا افتاد، در سال 1795 در یورکشایر انگلستان و در سال 1798 در بنارس هند. فیزیکدان آلمانی ارنست کلاتنی در سال 1794 داده‌های موجود درباره چند سنگ آسمانی را گرد آورد و به مطالعه آنها پرداخت.
و نتیجه گرفت که این سنگ ها باید از بیرون از کره زمین آمده باشند. کتاب کلدنی موجی از ریشخند و هیاهو برانگیخت. حتی بسیاری از دانشمندان آن زمان سخنان او را یاوه خواندند. در چنین اوضاع و احوالی در فرانسه شایع شد که در پیرامون شهر لگل در استان لاغن در نورماندی به تاریخ 26 آفریل 1803 بارانی از سنگ باریده است. بسیاری از دانشمندان در پاریس این شایعه را بیپایه می دانستند. فرهنگستان دانشهای فرانسه در تاریخ 16 ماه مه همون سال 1803 در این باره بحث می کند. فرهنگستان می داند که از دیرباز افسانه های بسیاری درباره سنگ های آسمانی رایجند و خرافات درباره آنها بسیار است. ولی انقلاب بزرگ فرانسه که پیرو آرمان های عصر روشنگری و خردگرایی بود با هر گونه خرافات مبارزه می کرد. قدرت کلیسا را از او گرفت و دست روحانیان واپسگرا و سربار جامعه را کوتاه کرد. اندیشمندان فرانسوی معتقد بودند که روشنگری دانشی بهترین راه مبارزه با تاریک اندیشی است. فرهنگستان ژان باتیست بیو را که فیزیکدان جوان 29 ساله درخشانی بود و تازه به هموندی فرهنگستان پذیرفته شده بود مأمور پژوهش در این باره می کند. در این تصویر می توانید ژان باتیست بیو را ببینید. بیو پژوهش خود را 25 جوان از آلانسون 60 کیلومتری جنوب باختری لگل آغاز می کند. فرماندار او را همچون فرستادی رسمی پایتخت می پذیرد. مردم آلانسون خبر سنگ آسمانی را شنیده بودند ولی کسی چیزی به چشم خود ندیده بود. در آن شهر شهروندی به نام برتلمی کلکسیون بزرگی از انواع و اقسام سنگ‌های زمین‌شناختی استان لاغن داشت. بیو از این کلکسیون بازدید می‌کند. هیچ یک از سنگ‌ها با سنگ آسمانی نمونه‌ای که او با خود از پاریس آورده بود همانندی نداشت. بیو از آنجا به سوی لگل راه می‌افتد و دهکده به دهکده به دیدار مردم می‌رود و به سخنان آنان گوش می‌دهد. او توانست نخستین نمونه‌ها را بررسی کند. بسیار همانند سنگی بودند که او با خود از پاریس آورده بود. کشیش روستای سن میشل دو سومر میگوید سنگی را دیده که سفیرکشان به باغ کلیسا افتاده و پس از برخورد به سنگ فرش نیم متری به هوا جهیده است. در روستای لبغن مانند تگرگ از آسمان سنگ باریده است. امروزه میدانیم که در لگل بیش از 2000 سنگ فرو افتاده است که هنوز هم به دنبال برخی از آنها میگردند. بزرگترین سنگی که بیو توانست ببیند بیش از 8 کیلوگرم وزن داشت و چاله‌ای به پهنای 50 سانتی متر ایجاد کرده بود و خاک را 5 متر آنورتر پرتاب کرده بود. در یک مورد سنگی در مرغزاری نمناک افتاده بود. در آنجا هیچ چنین سنگ دیگری وجود نداشت. نکته دیگری که توجه بیو را جلب کرد این بود که روستاییان بلافاصله پس از افتادن سنگ مقداری از آن را جدا کرده بودند. حالان که سنگ با سرد شدن سخت می شود و دیگر نمی توان آن را کند. روستاییان گفتند که در آغاز حتی با گرداندن تکه های کنده شده میان دو انگشت می توان از آنها مهره هایی درست کرد. چیز دیگری که نمی دانست این بود که سنگ ها بوی گوگرد تند و بسیار ناخوشایندی داشتند که با سرد شدن آن را از دست دادند. بیو همچنین همه ریختگری ها و آهنگری ها و معدن های منطقه را بازرسی می کند تا بداند که آیا در آنجا چنین سنگ هایی تولید نمی کند. همچنین مطمئن می شود که در استان لغن هیچ کوه آتش فشانی وجود ندارد که این سنگ ها از آنها پرتاب شده باشند. 5 ژوئیه لگل را ترک می کند و 13 روز بعد گزارش خود را به فرهنگستان دانشهای فرانسه می دهد. بیو در این گزارش می گوید من چیزها را همونطور که دیدم و شنیدم ارائه می دهم. کوشیدم چیزها را آنسان ببینم که هر کس دیگری می توانست ببیند. همه ی کوشش خود را کردم که به دقیق ترین صورت چیزها را عرضه کنم. سپس ادامه می دهد. سه‌شنبه 26 آفریل 1803 حوالی ساعت 1 بعد از ظهر انفجار بزرگی بر فراز لگل روی می دهد که با قرش سنگین همراه بوده است و 5-6 دقیقه می پاید. این انفجار تا 120 کیلومتر پیرامون لگل شنیده می شود. چند لحظه پیش از انفجار گوی درخشانی در هوا پدیدار می شود که با تندی حرکت می کرده است. این گوی را در لگل ندیدند ولی در چند شهرک پیرامون که فاصله های بسیار با هم دارند دیده شده است.
پس از شرح مفصل دیده ها و شنیده هایش اینطور به پایان می رساند. من نتیجه های پرشماری را که از این گزارش می توان گرفت بر عهده خرد فیزیکدانان واگذار می کنم و شادمان خواهم شد اگر شک آنان درباره یکی از شگفت‌ترین پدیده‌هایی که انسان با آن روبروست برداشته شود. این نخستین باری بود که پس از فرو افتادن سنگی آسمانی دانشمندی بلافاصله به پژوهش روشمند و براختی ابژکتیو درباره چنین رویدادی می‌پردازد تا خاستگاه آن را روشن کند. با کار جان باتیست بیو دیگر کسی خاستگاه آسمانی این سنگ‌ها را زیر شک نبرد، ولی در آن زمان نمی‌دانستند که چرا سنگ‌ها از آسمان می‌افتند. پرداختن به این موضوع فرصت دیگری می‌خواهد، چون وقت امروز ما به پایان رسید. هفته گذشته معروض داشتم اوضاع ایران این روزها شباهت زیادی پیدا کرده است با اوضاع چین در آخرین سالهای زندگی ماوتزتونگ. زورآزمایی پنهان و آشکار بین گروه‌های حاکم بر سر چنگ انداختن بر قدرت و تصاحب مقامات در دوره بعد از خامنه ای یکی از مشخصات این دوره است. هرچه علائم بیماری و ضعف جسمی رهبر بیشتر ظاهر شود، درگیری بین وراث بر سر تقسیم ارث شدت می گیرد. البته این مجادله خالی از خطر نیست و مدعیان باید مراقب باشند که تا وقتی رهبر نفس می کشد و زمام امور در کف اقتدار اوست، یزک به دست رقیبان ندهند و زندگی خود را به خطر نیندازند. به قطعنامه 16 ماده‌ای حزب کمونیست چین در سال 1966 اشاره کردم و انقلاب کبیر فرهنگی پلورتاریا و رواج تملق‌گویی و اظهار عبودیت نسبت به صدر ماو از سوی کسانی که برای فردا نقشه در سر داشتند و در عین حال نمی‌خواستند در گرداب هولناک انقلاب فرهنگی غرق شوند. نمونه‌اش همونطور که عرض کردم نطق تملق‌آمیز مارشال لیمپیاو بود که در آن سر صدر ماو را به عرش رسانید و او را برتر از مارکس و انگلس و لنین و راهنمای بزرگ بشریت نامید. در آن زمان لیمپیاو فرمانده ارتش چین بود و خواب جانشینی ماوزتونگ رو میدید. در نهمین کنگره حزب کمونیست که 3 سال بعد با هدف زدودن آثار زیانبار انقلاب فرهنگی و نظم دادن به دستگاه حزبی و حکومتی تشکیل شد، مارشال لیمپیاو درست در یک قدمی صعود به مقام رهبری قرار گرفت. اما 1 سال بعد اندکی مانده به پایان زندگی ماو، لیمپیاو با آرزوهای خود به گور رفت. او متهم شده بود که قصد اقدام به یک کودتای نظامی و ضد انقلابی داشته و چون کودتا کشف شده در صدد فرار برآمده، اما هواپیمای حامل او و همسر و پسر 24 سالش در مغولستان سقوط کرده و هر سه به قتل رسیدن. این خبر البته ساختگی بود. چند سال بعد پس از مرگ ماو
در محاکمه معروف چهار نفری که همسر ماو جیان کینگ هم جزو آنها بود، آشکار شد که لین پیائو و همسر و پسرش به هنگام صرف شام با جیان کینگ همسر ماو در کاخ خوشبختی چین به قتل رسیده و فقط همدستان او بودند که میخواستند فرار کنند و هواپیمایشان توسط میگهای شکاری ساقط شده و به هلاکت رسیدند. آری، این جنگ قدرت قماری است که برد و باختش قابل پیش بینی نیست. در ایران هم فعلا فقط میتوان ناظر لشکرکشی و سفارایی طرفین بود و به انتظار نشست. ایران دو انتخابات در پیش دارد، انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی که همزمان در اسفند ماه سال جاری انجام می شود. این دو مجلس در تعیین مسیر و نهایتاً آینده جمهوری اسلامی نقش عمده خواهند داشت. نقش مجلس خبرگان به خصوص از این جهت اهمیت بیشتری دارد، زیرا برگزیننده ولی فقیه یا به عبارت دیگر جانشین آیت الله سید علی خامنه است. زمانی که آیت الله خمینی درگذشت، رفسنجانی بود که راه رو برای رهبری خامنه‌ای هموار کرد. اما در حال حاضر حواریون خامنه‌ای رفسنجانی رو سد راه نشستن سید مجتبی پسر خامنه‌ای به جای پدرش می‌دانند. خاصه اون که رفسنجانی و گروه موسوم به اصلاح طلبان در مقابل آقا مجتبی برای انتقال میراث پدر بزرگ به نوش سید حسن خمینی دست به کار شدند. چندی پیش وقتی رفسنجانی عنوان علامه را بر لقب یادگار گرامی امام برای سید حسن امامی به کار برد، سخت هدف حمله قرار گرفت، به طوری که یکی از وکلای جناح مقابل در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی او را به مقابله با ارزش‌های انقلاب اسلامی متهم کرد و تهدید کنان خطاب به وی گفت: آقای هاشمی، مردم از شما میخواهند خود را خانه نشین کنید و بیش از این انقلاب و نظام را زحمت ندهید. در غیر این صورت ملت مقابل شما خواهد ایستاد و کار را برای همیشه تمام خواهد کرد. از آنجا که رفسنجانی این اخطار صریح رو نشنیده گرفت و کاندیداتوری خود رو حتی پیش از آن که موعد مقرر فرا برسد برای ورود به مجلس خبرگان اعلام داشت، یک بار دیگر هدف حمله قرار گرفته است. روزنامه همدلی اشاره به این حملات در سرمقاله خود می نویسد: با اعلام کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی، برخی از منتقدان و مخالفان ایشان سنت شکنی کرده یا برعکس سنت شکنی نکرده و همچون گذشته به تخریب ایشان و تحلیل‌های غیر منصفانه پرداختند. برخی مخالفان آیت الله با استناد به اینکه نباید مجلس خبرگان را سیاسی کرد، تلاش کردند رفتار ایشان را نادرست قلمداد کنند. برخی دیگر
از جنس متفاوت انتخابات مجلس خبرگان با سایر انتخابات سخن گفتند و حضور و اعلام زود هنگام آقای رفسنجانی را بر نتافتند. روزنامه اضافه می کند در پاسخ به این انتقادات باید گفت امر سیاسی در ذات و کنه خود امری مذموم نیست و لذا سیاسی شدن یک پروسه یا فرایندی همچون انتخابات مجلس خبرگان در ذات خود نمیتواند امری ناپسند باشد، ضمن آنکه وقتی قرار است اعضای این مجلس بالاترین مقام سیاسی کشور را تعیین کنند و بر عملکرد رهبری نظارت داشته باشند، سیاسی بودن و سیاسی شدن این فرایند نه تنها منعی ندارد بلکه برای سرنوشت جامعه و آینده کشور ضروری است. با همه این احوال باید توجه داشت که در چنین منازعات مجادلات قلمی تنها مقدمه است برای وارد شدن به میدان کارزار و به میان آمدن سلاح‌های سرنوشت ساز. شنیدستم که شب آبستن آید، نداند کس که او فردا چه زاید.